در حالی که رفت آمدها بین گروه طالبان و دولت افغانستان بعد از چندین ماه همچنان بی نتیجه مانده، جنگ در کشور ادامه دارد و اخیراً موج تازه از ترور هدفمند زنان و مردان جوان خبرنگار و فعال مدنی در کابل و شهرهای دیگر افغانستان هم به راه افتاده است. مسببان این ترورها کیستند و هدفشان چیست؟ وظیفه دولت در این میان چیست؟ چرا دولت و امریکایی‌ها طالبان را مقصر می‌دانند؟ خود ژورنالیست ها و فعالان مدنی در این باره چی میگویند و از دولت و نهادهای بین المللی چه میخواهند؟ سوال‌های بسیاری که به خصوص در میان خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی افغانستان مطرح است. از جمله برای لطف الله نجفی زاده، رئیس شبکه تلویزیونی طلوع و مهمان من در این برنامه. لطف الله نجفی زاده که در این ترورها 11 نفر از همکاران خود را از دست داده، همواره پیگیر حفظ جان خبرنگاران بوده و در این خصوص با طالبان هم مذاکره کرده است. او که کار رسانه‌ای را از 17 سالگی با همکاری با یک نشریه محلی در مزار شریف شروع کرد، 10 سال است که رئیس یکی از بزرگترین شبکه خبری تلویزیونی در افغانستان است. آقای لطف الله نجفی زاده، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. تشکر آقای فانی، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. آقای نجفی زاده، جامعه رسانه‌ای افغانستان از سال 1380 تا به حال بیش از 100 قربانی داده که اکثر اونها افغان بودن، ولی در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسه که یک موج تازه‌ای از کشتار هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی شروع شده. به نظر شما چه گروه یا گروه هایی ممکنه پشت این ترور ها باشند؟ دموکراسی، آزادی بیان، رسانه های آزاد، خبرنگارا در افغانستان دشمن های فراوان دارن و متاسفانه قربانی هم میزانش بسیار بلند بوده. حالا که افغانستان به یک سمت نو قرار است بره پس از گفتگوهای صلح، بدون شک بحث زیادی در رابطه به آینده کار خبرنگاری است. ما فکر میکنیم که کشتار اخیر ربط به بحث‌های اخیر صلح داره و به هرج و مرجی که در کشور به وجود آمده. خب به هر حال شما میگین ربط داره، ولی شما توضیح ندادین که دقیقاً کیا پشت سر این مسئله هستن. هم امریکایی‌ها و هم دولت افغانستان طالبان رو مقصر میدونن، ولی طالبان البته رد کردند. حالا در مواردی گروه موسوم به دولت اسلامی و بعضی موقع هم گروه حقانی این مسئولیت رو قبول کردند. شما یا شواهدی هست مثلا از دولت یا آمریکایی‌ها شواهدی نشون دادن که طالبان واقعا پشت سر این ترورها هستن؟ ببینین، طالبان در بعضی موارد با افتخار مسئولیت کشتار خبرنگارا را گرفته، به شمول 7 همکار مکه در جنوری 2016 جان باختن در کابل در یک حمله ای که طالبان مسئولیت گرفتن، پیش از حمله هم اعلان کردن، پس از حمله هم و در حملات بعدی هم که خبرنگارا جان باختن طالبان مسئولیت گرفتن. اما در کشتار اخیر زنجیره‌ای در بعض موارد امریکایی ها گفتن چند روز پیش که اینا نشانه هایی را میبینن که طالبان پشت سر این حملات است. دولت افغانستان همیشه میگه که اینا نشانه های ردیدن که طالبان پشت سر این حملات است. در بعض موارد دیده میشه که شواهدی هم وجود داره که داعش مسئولیت داره. اما زمانی که حمله پشت حمله اتفاق میفته در جاهای مختلف، شما نمیتونین بگوین که اینا فقط حملات از هم حملاتی که با هم ربط ندارن هستن. اینا بسیار سنجیده شده و بسیار سیاسی هستن. حدود یک ماه و نیم قبل آقای نجفی زاده، جامعه خبرنگاران افغانستان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل تقاضای کمک کرد. سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها، سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان هم حمایت کردند از این نامه. آیا این تقاضا به این تقاضا جوابی داده شده از طرف سازمان ملل؟ تا جایی که من میدارم نه خیر. مشکل اساسی اینجاست که در بعضی موارد خبرنگارای افغانستان احساس میکنه که حکومت افغانستان
جوابگو نیست برای حداقل برای تحقیق حوادثی که اتفاق میفته. جلوگیری را بگذارم کنار که او خودش یک ناکامی بسیار بزرگ است از دید ما، اما در مواردی که اینا مسئولیت دارن تحقیق کنن کمک لازم صورت نمیگیرم و این باعث شده که خبرنگارای افغانستان به دنبال سازمان‌های مثل شورای امنیت سازمان ملل بره و نهادهای حامی رسانه‌ای در دیگر جاهای دنیا، که متاسفانه میتونم بگویم که وضعیت بحرانی تر شده روان است و فعلا صدای خبرنگارای افغانستان را کمتر کسایی هستند چی در داخل چی در بیرون که میشنوند. شما دقیقا در موارد متعددی مثل منظورم از شما جامعه خبرنگاران و ژورنالیست های افغانستانه این مسئولیت رو متوجه دولت کردید که پیگیر این پیدا کردن و محاکمه مسببان این ترورها نیست. آیا به نظر شما این ناشی از بیکفایتیه، ناشی از ناتوانیه، یا اینکه احیانا ممکنه مصلحت اندیشی باشه از طرف دولت؟ ببینین اکثر این حملات در کابل و در شهرهای بزرگ افغانستان اتفاق میفته، این در خط اول جنگ نیست. خبرنگارا یا در محل کارشان است یا به دنبال مصاحبه میرن یا به دنبال خرید جای میرن. بنابراین ناکامی بسیار واضح است زمانی که این حوادث در شهرهای که مثل شهر کابل که حدود 20,000 نیروی امنیتی داره اتفاق میفته، بنابراین یک ناکامی مطلق است. بعد که ما متوجه میشیم که همکاری درست برای تحقیقش هم نیست، این شک را بیشتر میسازه که چرا حکومت جدی نمیگیره. مثلا خانواده یمای سیاوش همکار پیشین ما در تولونیوس تا حالا نتونستن حتی فیلم کمره های امنیتی بانک مرکزی را ببینن در جایی که به موتر از او بم گذاشته شده بود. زمانی که پدر یک قربانی رسانه ها را بگذارن کنار نتونه دسترسی پیدا کنه به یک تصویر بسیار ساده پارکینگ موترهای بانک، پس حکومت سوال های بسیار جدی را داره که باید پاسخ بده. چرا فکر میکنید که این اهمال صورت میگیره از طرف حکومت؟ شما فکر میکنید که احیانا ممکنه حکومت واقعا نسبت به استقلال و آزادی رسانه ها در افغانستان متحد نباشه اونطور که میگه؟ خب حکومت در کل ما گفته نمیتونم، اما عناصر در درون حکومت طبعا هستند که شاید کار ما خوششان نیاید، عناصر در درون حکومت هستند که شاید به مجدیت لازم این مسائل را پیگیری نکنم، اما در این حال باید بیاد داشته باشیم که افغانستان یک کشور در حال جنگ است. روزانه حدود 100 افغان در گوشه و کنار کشور تلف میشن. بنابراین ضعف حکومت در کل یک بحث کلان است، اما چون در اواخر خبرنگارا مشخصا مورد تهدید قرار گرفتن و مورد هدف قرار میگیرن کشته میشن، باید ما حداقل انتظار داریم توجه بیشتر شوه که کار نمیشم. من میتونم همچنان بگویم که رابطه رسانه های آزاد با حکومت افغانستان هم در بعض موارد زیاد نهادینه و نهادمند نیستن، بسیار فردگراست، فردمحور است. اگر شما رابطه خوبی با کسی داشتن قضیه خاص پیگیری میشه، اگر نداشتن نمیشه. و مو خاطر است که اکثر حملات که اتفاق میفته بسیار سخت است که ما حکومت رو وادار کنیم که برن تحقیق کنن. خب پس در این صورت شما چی کار میتونین بکنین؟ یعنی جامعه خبرنگاران افغانستان و کمیته مسئولیت و برها نهادهای مدنی که پیگیر این قضیه هستن، از جمله خود شما که بسیار پیگیر هستید، دقیقاً چه کاری میتونین بکنین که دولت رو وادار بکنین که پیگیری بکنه این قضیه رو؟ ببینین جای خوشبختی آقای فانی است که رسانه های افغانستان یک واقعیت بسیار بزرگ جامعه امروز است. ما اول به توان خود رسانه های افغانستان خبرنگارای افغانستان باور داریم. شما میبینین که در افغانستان مرگبارترین کشور برای خبرنگارا هست و در این حال ما یکی از آزادترین کشورهای بر رسانه ها هستیم، بر آزادی بیان هستیم. این به خاطر ازی است بیشتر که خود خبرنگارا و کارکنان رسانه‌ای تعهد بسیار جدی داشتن. من شخصا باورمند هستم به این که ما رسانه ها توان مقابله با این قضیه را داریم و انتظار 100% تنها از یک جهت که حکومت در این قضیه باشه هم نداریم اتفاقا.
ما فکر میکنیم که ما خود ما میتونیم با گروه های مختلف صحبت کنیم، ریشه یابی کنیم و ببینیم که چرا دشمن های آزادی بیان در این مرحله مشخص بیشتر شده. خب حالا شما بیشتر گفتید که در مواردی طالبان به قول شما با افتخار هم مسئولیت این ترورها را قبول کرده در گذشته، ولی اگر واقعا طالبان پشت سر این ترورها هستند، وقت این کارزار خونینی که به راه انداختن در مورد نگاه طالبان به مسئله رسانه ها و آزادی رسانه ها وقت چی به شما میگه؟ سوال عمده است که آیا طالب تغییر کرده یا طالب سال 96 است، در وقتی که هیچ تلویزیونی در افغانستان نبود، خبرنگاران بسیار محدود بر رسانه های خارجی بود، نشریه آزاد نبود. حالا افغانستان بیش از 100 تلویزیون داره، اکثرش مستقل است، رادیوهای فراوان در سراسر افغانستان نشرات دارند، مجله ها و روزنامه های بسیار منتقد هستند. این یک واقعیت امروز است. اگر طالب تغییر کرده، طالب 2020 است، این واقعیت را باید قبول کنم. اگر نکرده تغییر، با یک مشکل بسیار عظیمه هم ما روبرو هستیم هم طالب، چون شما نمیتونین تحول کلانی که در سه مطبوعات افغانستان آمده یک شبه این از بین ببرن، و یک تحول نیست که یک شبه به وجود آمده. اما تو که در اول گفتگو هم اشاره کردیم، قربانی های فراوان ما دادیم، سالهای زیاد گذشته، سختی های بسیار زیاد را پیمودیم و به این نقطه رسیدیم. برگشتش هم حتی اگر فشارم بیشتر شود یک سیر بسیار طولانی است. من شخصا خوشبین هستم، چون جامعه افغانستان یک جامعه بسیار جوان است، یک نسل از جامعه افغانستان بزرگ شده با ارزش های مثل آزادی بیان. شما نمیتونین اینا را از خون از اینا، از فکر از اینا یک شبه بگیرین. بنابراین انتظار من این است که گروه های مثل طالب و دیگر دشمنای فعلی آزادی بیان که اگر احساس میکنن در آینده سیاسی افغانستان نقش دارن، باید درک کنن که این واقعیت ها را قبول کنن. ما این پیام ها را به می شکلی که من در برنامه شما میگم، ما مستقیم به طالبا مطرح کردیم، من شخصا خودم کار را کردیم و در بعضی موارد هم شنیدیم که اونا گفتن که ما میدانیم افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش نیست. بسیار خوب، اتفاقا شما سوال بعدی منو هم جواب دادید و اون مورد در مورد مذاکره بود که شما با طالبان کردید، و نه فقط خودتون مذاکره کردید بلکه شما ترتیب دادید که هیئت 10 نفره ژورنالیست‌ها هم برن به قطر و با طالبان مذاکره بکنن سر این مسئله. یعنی در واقع طبیعتاً صحبت‌های شما با طالبان و هر حال اون نگرانی‌های شما برای آینده است، در صورتی که این طالبان در حکومت شریک بشن و سهیم بشن. جواب طالبان دقیقاً به شما چه بود وقتی شما این نگرانی‌ها رو بهشون میگفتید؟ خب من شخصاً دو بار بحث‌های مفصل و جدی داشتیم در جمع همکارا با گروه طالبان که در دوحه هستن. ما با کسایی که هر روز دست به کشتار میزنن در شهرهای دیگه مثل کویت و جایا هستن رابطه نداریم. ما نمیدانیم وینگ یا شاخه نظامی طالبا کی است. کسایی که در دوحه هستن ما با اونا که صحبت کردیم هم پارسال و هم چند دو ماه سه ماه پیش، من فکر میکنم که اونا در این مرحله حداقل پیامشان همی است که رسانه های آزاد افغانستان به عنوان یک دستاورد امروز است، اما طرفدار پیامشان برای ما حداقل همی بود که رسانه ها باید اسلامی تر شوند. جزئیاتش را واقعا نمیدانم، باید خودشان تشریح کنن. انتظارم دارم در مذاکراتی که روز شنبه شروع میشه به این مسائل پرداخته شوند که چی میخواین، یعنی رسانه های خوب و بد که یک گاهی به ما یاد کردن هدفشون چی است، کدام رسانه ها خوب است، کدام رسانه ها بد است، چقدر آزادی به فکر از اونا میتونه در افغانستان در رسانه ها باشه. این پرسش هایی است که در مذاکرات رسمی من مطمئن هستم رویش بحث میشم. اما آنچه که ما با اونا صحبت کردیم، پیام بسیار واضحی که داشتیم در چندین بحث حضوری یا غیر حضوری، حرف ما همی بوده که شما بیاین ببینین که چی واقعا افغانی است و چی آورده شده امریکاست، چی دستاورد بسیار خاص و خالص اینمی جامعه است که ما فکر میکنیم که رسانه های افغانستان امروز با امی گستردگی که داره، این حاصل دست خبرنگارا و جامعه افغانستان است که ایره تمام گروه ها و شمول طالب ها باید درک کنن.
ولی آیا درک میکنند؟ برای اینکه با تجربه به هر حال همین همسایه افغانستان در ایران تجربه به اصطلاح این مسائل بوده. سال 79 وقتی که انقلاب شد در ایران آقای خمینی هم صحبت از این میکرد که اسلام همه چیز رو فراهم میکنه و آزادی بیان و همه چیز همه آزادن، حتی گروه های کمونیست ها هم آزادن که فعالیت بکنن. بحثشون این بود که ما فقط میخوایم همه چیز رو اسلامی بکنیم و اسلام هم همه آزادی رو به همه میده، ولی ما نتیجه‌اش رو دیدیم که همچین چیزی برعکسش اتفاق افتاده در ایران و الان عده زیادی از خبرنگاران مثل افغانستان حالا ممکنه هم کشته شدن، هم قتل‌های زنجیره‌ای بود و هم بسیاریشون الان در زندان‌های طویل المدت گرفتن در داخل ایران صرفا به دلیل اینکه پیگیر مسائل حقوق بشر و اینا هستن. همه اینها زیر دعوای اینکه اسلامی شدن بود و این نمونه آیا شما رو نگران نمی‌کنه که وقتی طالبان صحبت از اسلامی شدن به هر حال همه چیز می‌کنند در واقع اون اتفاقی بیفته که در ایران افتاد؟ خب در رابطه با کشور همسایه ما ایران عمیقا می‌خوایم بگویم که وضعیت خبرنگارا واقعا قناعت بخش نیست. خدا کنه تغییر کنه بهتر شوم. طالب پیش خود اول من فکر می‌کنم باید به این نتیجه برسه که با افغانستان کنونی صلح میکنه یا نه. افغانستان امروز، افغانستان 2020، افغانستان 2001 وقتی که طالب ها رفتن نیست و افغانستان پیش از 2001 که طالب با گروه های دیگه در درون افغانستان می جنگید نیست. بنابراین شیوه فکر طالب ها در مذاکرات جاری باید از 2001 به بعد باشه، نه فرمول 96 و فرمول 2001. اگر با این دید طالب وارد صلح شود، صلح را قبول کنه، در آینده افغانستان، در آینده سیاسی افغانستان جای خود را ببینند، من فکر میکنم واقعیت کلانه که رسانه های افغانستان امروز هست این را باید قبول کنه. در غیر از اون مثل رسانه های افغانستان ده ها مشکل کلان دیگه فرارای پروسه صلح هست که باید هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با طالبا کنار بیاید. شما به هر حال تمام این صحبت‌ها که دارین می‌کنین آقای نجفی زاده این مقدار مشروط می‌کنین، میگین اگر طالبان به هر حال مثل برخوردش مثل سال 2001 نباشه، واقعیت امروز افغانستان رو قبول بکنه، اگر این مسائل رو ببینه و قبول بکنه و بر اساس این مذاکره بکنه، اون وقت میتونیم خوشبین بود. ولی آیا شما نشانه هایی میبینید از در بین طالبان که ممکنه اینطور باشه، ممکنه قبول بکنن، ممکنه این شرایطی که شما مطرح میکنین به هر حال مورد پذیرش طالبان قرار بگیره؟ خب چون ما در رابطه با آینده صحبت میکنیم و رفت و آمد و بحث های ما با طالبان محدود است و بحث ها زیاد عمیق نیست، من نمیتونم با اطمینان کامل بگویم که واقعا طالبان چی میخواین. نشانه های اندکه از تغییرات ما میبینیم. مثلا ما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را دعوت میکنیم به میز تلویزیونی برای بحث که با گروه های دیگر بشینه صحبت کنه. این در گذشته اتفاق نمیفتید، حتی دو سال پیش اتفاق نمیفتید. یک کس از طریق تلفن آماده بود مصاحبه کنه که ما چون نمشناختمش و هیچ وقت از طریق تلفن مصاحبه نکردیم، بیانیه های کتبیشان را پخش میکردیم. بنابراین اگر ما این را یک تغییر ببینیم میتونیم خوشبین باشیم، اما پروسه صلح یک پروسه سیاسی است. طالبان میخواهد در آینده افغانستان نقش سیاسی داشته باشد و نقش سیاسی در یک وضعیت داشته باشد که بتوانند در دراز مدت جای پا داشته باشند، نفوذ داشته باشند، بتوانند کنار بیان و با اون نسخه سیاسی که دارن او در جامعه کارا باشه. که خب ببینین، ما تفاوت زیاد را بین آنچه که ما از طالب میدانیم و آنچه که افغانستان امروز است وجود داره و ما میبینیم. خدا کنه این تفاوت در مذاکرات کمتر شود و ما به یک نسخه توافق کنیم که هم افغانستان امروز خود را در او ببینن و هم طالبا بقای خود را و آینده سیاسی خود را در او ببینن. این فرمول مذاکرات است، این فرمول جورآمد است. اگر ما به این نقطه نرسیم
پس من زیاد خوشبین به آینده مذاکرات نیستم. خب حالا مذاکرات رو دولت میکنه بالاخره و اون توافقی هم که حاصل میشه بین دولت افغانستان و طالبان. تا چه اندازه در این مذاکرات شماها به عنوان جامعه خبرنگاران و جامعه مدنی به طور کلی و به خصوص زنان افغانستان که میتونن بسیار چیز از دست بدن به هر حال اگر احیانا مذاکره به نتیجه به دلخواه نرسه، آیا تا چه اندازه شما دخیل هستید در این مذاکرات و نظرات شما به هر حال لحاظ میشه در مذاکراتی که با طالبان میکنن دولت؟ خب از دید ما کسانی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان صحبت میکنن تنها نمایندگان دولت یا حکومت نیستن، اینا از گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی، زنان، جامعه مدنی نمایندگی میکنن. بنابراین که در اون ما هم طبعا به عنوان نسل نو افغانستان، به عنوان رسانه های افغانستان اگر نماینده مستقیم نداریم، کسایی رو میبینیم که از ارزش ما و از ارزش هایی که ما با او پابند هستیم دفاع میکنن و جدا امیدوار هستیم که کار شوه. بنابراین من خوشحال هستم که جمهوری اسلامی افغانستان یک تیم قوی را در مذاکرات داره و ما با همکارای ما در این تیم مذاکره کننده گفتگوهای منظم داریم، نظریات خود را شریک میسازیم، دیدگاه های اونا را میشنویم. اما باید بگویم که تا حال مذاکرات جدی شروع نشده. ما تا امروز روی قواعد بازی بحث کردیم. اصل مذاکرات از روز شنبه هفته آینده به آن طرف شروع میشه که دیده شود که نسخه طالب چیست و چگونه ما هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که نمایندگی از همه اقشار جامعه افغانستان میکنه، اینا چی روی میز میگذارن برای طالبان. و بعد اگر جای باشه که رسانه های افغانستان مستقیما در مذاکرات سهم داشته باشه، طبعا ما این تقاضا را از هیئت مذاکره کننده میکنیم. لطف الله شخص شما این در تلویزیون طلوع شما 11 همکارتون رو تا به حال از دست دادید. شاید فاجعه بارترینش همون انفجار مینیبوسی بود حامل همکارای شما بود که پیشتر بهش اشاره کردی در دیماه 1394 که 7 همکار شما کشته شدن در اون جریان. شما تلویزیون شما همزمان این خبر انفجار مینیبوس رو منتشر کرد، منتها بعد فهمید که در واقع همکارای خود تلویزیون بودند که کشته شدند. وقتی که شما این رو فهمیدید اون موقع به عنوان رئیس تلویزیون طلوع چه حالی داشتید؟ یک شام بسیار بدی بود واقعا. ما رفتیم که ببینیم همکارای ما تلف شدن، جانهای خود را از دست دادن، چند نفر هستند، کیها هستند و در کدام شفاخانه برده شدن. واقعا یک روز بسیار تاریک بود، شام ما را تاریک تر ساختن و ما آگاه شدیم که همکارای ما در شفاخانه مختلف در اطراف محل رویداد برده شده بودن و در اونجا بودن. 17 نفر از همکارای ما زخمی شده بودن که تا حالا بعضی از همکارای ما هستن که زیر تداوی هستن. و اما او تنها یک رویداد یگانه نبود. در سال 2018 دو حادثه دیگه شد، در سال 2019 هم یک حادثه دیگه شد که همکارای مستقیم ما بودن. و پس از او مشخصا هم امسال حوادث فراوان اتفاق میفته که ما هر هفته در فاتحه و رفتن مریض و رفتن زخمی و شهید رسانه‌ای هستیم که متاسفانه بخشی از کار ما خبرنگارا در افغانستان است. حالا شما آیا در اون موقع در حادثه انفجار مینیبوس که یک جا شما 7 همکار را دست دادید و عده زیادی هم مجروح شدند، آیا در مقابل این سوال قرار گرفتید که احیانا خطر اونچنان خطر برای جان خبرنگارای شما اونقدر هست که قید تلویزیون رو به طور کلی بزنید، یعنی در واقع تعطیل کنید؟ ما این سوال رو مطرح کردیم از تمام همکارای ما که صدها نفر هستن در طلوع و اکثرشان پاسخ بسیار واضح بر ما دادن که اونا میخواین که ما دروازه تلویزیون رو ببندیم. تلویزیون به عنوان یک رسانه جدا
اما از ارزش‌هایی که نمایندگی می‌کنه به مراتب کلانتر است. و این همکارای ما بودند که با قوت بیشتر همه ما را وادار ساختند که باید بریم به پیش. و همونطور که بیشتر هم گفتم، او یک حادثه جداگانه نبود. ما چندین بار متاسفانه مورد امتحان مشابه قرار گرفتیم که خوشبختانه میتونم بگویم که امو شدت کار خبرنگاری در افغانستان، میزان تعهد خبرنگارای افغانستان طلوع و دیگر رسانه ها همواره بیشتر شده، چون ما میدانیم که اونا میخواین با فشار بیشتر روی رسانه ها، روی خبرنگارا، این تحول کلانی که در افغانستان اتفاق افتاده این را ببندن و گلم رسانه ها را به اصطلاح جمع کنه و خبرنگارا هم برای پشت کارشان. اما من باورمند هستم به عنوان یکی از اعضای این خانواده بزرگ که این خوابی است که اونا به گور میبرن و عملی نیست. این جامعه رسانه ای افغانستان بسیار قوی است، بسیار نهادینه است، مردم افغانستان حمایت میکنن و این یک ارزشی است که ما نمیتونیم دیگه ازش جدا شویم. بسیار خوب. افغانستان همطور که پیشتر گفتی در بین همسایگانش و حتی در منطقه شاید بیشترین تعداد رسانه آزاد و مستقل داره و به جرأت میشه گفت که شاید بزرگترین دستاورد این سالهای دو دهه گذشته در واقع این استقلال و آزادی رسانه‌ای و کثرت رسانه‌ای در افغانستان بوده. خود شما لطف الله نمونه یک ژورنالیست بسیار موفقی هستید، تا جایی که چند سال قبل بعضی از نشریات معتبر دنیا شما را نسل آینده رهبران جهان خوندند یا مثلا از جمله افراد پرنفوذ رسانه‌ای آسیای زیر 30 سال، البته اون موقع زیر 30 سال بودید شما که این مسئله را مطرح کردند. این موفقیت شما و صدها زن و مرد جوان دیگه تو این عرصه خبرنگاری، رسانه‌ای و جامعه مدنی، اینها همه در واقع توی دستاورد بزرگ افغانستان تا این سالها بوده. حالا ما صحبت کردیم راجع به این که شما هم خوشبینیتون رو نشون دادید که به هر حال به اون موقعیت رسیده که طالبان نمیتونن اینو بی‌اعتنا باشن بهش و همینجوری یک شبه این رو درست کنن، ولی واقعا خیلی ته دلتون شما نگران نیستید که ممکنه همه اینها در به اصطلاح در صورت سهیم شدن طالبان در دولت، در حکومت از بین بره؟ نه، من باورمند هستم که از بین نمیره، اما نگران شاید امنیت فیزیکی افراد باشیم. من نگران وضعیت کل آزادی بیان در افغانستان جدا نیستم، چون این یک واقعیت کلان است. اما تو که بیشتر گفتم شاید افراد را از بین برده بتانن که در گذشته هم کردن، حالا هم دارن انجام میتن و این دشمن هم لستشان بسیار بسیار زیاد است، چی دشمنای بیرونی است، چی هم در درون شهرها است و چی هم شاید کسایی باشند که در چهار گوشه شهر باشند و نخواهند ببینند که رسانه ها به این آزادی در افغانستان بتونن عمل کنند. اما ای که بتونن این فرهنگ نو از فرهنگ رسانه ای در افغانستان از بین ببرن، این تحول کلان را از بین ببرن، من زیاد نگرانش نیستم، چون شما نمیتونین با شما افغانستان امروز یک کشوری هست که پیشتر هم گفتم دو سوم جمعیتش، یعنی بالاتر از 20 میلیون زیر 25 سال هستن. اینا بیاد ندارن که در 2001 افغانستان چگونه بودن، اینا مکتب رفتن را شروع نکرده بودن، بران اینا بزرگ شدن با ارزش های مثل آزادی بیان. شما چی میکنین با 20 میلیون جمعیت افغانستان؟ یک واقعیتی است که باید روش افتخار کنن که اینا مثل جوانای هر کشور دیگه میخواین که رویای کلان داشته باشن، اینا میخواین آزاد فکر کنن، اینا میخواین دنیا را ببینن، اینا میخواین رابطه سازنده با بقیه جهان داشته باشه و نه تنها در عرصه کار خبرنگاری بلکه در شیوه زندگی، در شیوه سیاست. افغانستان امروز متحول است، ایره نمیتونیم نادیده بگیریم و پیشنهاد من برای تمام کسایی که میخواین فرمولی بازی رو عوض کنن همیست که
لطفاً یک کم اخلاقی فکر کنن، یک کم واقعیت‌های امروز را درک کنن. اگر می‌خواین که همه ما صلح‌آمیز و دراز مدت در افغانستان زندگی کنیم و یک کشور که مال مشترک همه ما بسازیم، در غیر از او این کشور بسیار آماده جنگ است. ما در 40 سال گذشته ای را نشان دادیم که امروز مثلا متاسفانه ما در جامعه رسانه‌ای هم خبرنگارا را مسلح می سازیم با وضعیت بد که با وجود آمده. بنابراین دست به صلاح بردن کار بسیار ساده است، دست از صلاح گرفتن کار دشوار است. این امتحانی است که امروز متوجه ملت افغانستان است. ولی لطف الله همه مسائل افغانستان امروز فقط مسئله جنگ با طالبان و مشکل طالبان نیست. خود حکومت افغانستان تا این مدت یکی از به اصطلاح مشکلات بزرگ جامعه فساد در درون حکومت بوده و بسیاری معتقدند که همین نسل جوانی که شما ازشون صحبت کردین، 20 میلیونی که به هر حال یه طور دیگه فکر میکنن، با دنیای جدید آشنا هستن و این در واقع تغییر تحولی بایستی در حکومت صورت بگیره و این نسل گذشته‌ای که به هر حال آلوده است به فساد اینها برها کنار بره و این نسل جوان بیاد. خیلی این صحبت رو در داخل افغانستان میکنن، شاید خود شما هم نظرتون این رو اعلام کردید قبلا. آیا شما این دورنما رو میبینید که این نسل عوض بشه در حکومت کردن افغانستان؟ هدف من بیشتر یک نسل فکری است تا سنی در این بخش، چون کسانی که باورمند هستند که افغانستان پس از 2001 یک افغانستان آزاد، یک افغانستان دموکراتیک و یک افغانستانی که تمام افغانها حق و حقوق مساوی دارند و احترام به همه باید شوه، چون ما درس زیاد گرفتیم از 20 سال جنگ پیش از 2001، این یک ارزش نسلی است. تمام کسایی که خیلی کسایی رو من میشناسم که در جنگ‌های پیش از 2001 در افغانستان سهم داشتن، حالا درک میکنن که اشتباه کردن، حالا درک میکنن که افغانستان امروز یک واقعیت درشتر و بهتر است و یک دستاوردی است که باید رویش سرمایه گذاری شود. من بیشتر حرف من روی پیر و جوان از لحاظ سنی نیست. من میگم که افغانستان از لحاظ فکری هم در 20 سال گذشته تحول کرده که ما باید روی از این سرمایه گذاری کنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم لطف‌الله نجفی‌زاده از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر.